خاکی شروع کردیم. من اتفاقا تقریبا 10-12 ساله بودم که یکی از دوستام همینجوری اتفاقی به من گفت بیا بریم اینجا بازی کنیم. و رفتیم یه تیکه موکت چسبوندن به جای سیبیل، رو شروع کردیم بازی کردن تو مدرسه و شروع شد دیگه همینطوری کار کردیم. و تو دبیرستان دیگه گروهمون یه ذره حرفه‌ای تر شد، یه گروه تئاتر داشتیم کار میکردیم و هیچ جشنواره و اینور اونور رفتیم و تا سال 69. بعد اینکه ساعت خوشی کار کردیم خب خیلی گل کردیم، گل کردیم و خیلی ها قرار بود با خیلی ها کار بکنیم، علاوه خصوصا از اون مرحوم حاتمی خدا بیامرزش رفتیم قرار بود بایشون کار کنیم تو تختی. بعد با آقای مهرجویی تو تختی قرار بود کار کنیم. آره با آقای مهرجویی رفتیم حتی فیلم به اسم میکس. بله میکس بود که قرار بود بر اساس این بچه ها نوشته بشه. بعد شکلش عوض شد. با آقای بیزایی رفتیم صحبت کردیم که من قرار بود تو فیلمشون یادم رفت نیست اسمشو، قرار بود نقشه سامورایی رو بازی کنم. بعد خیلی ها اومدن مثلا نهایی خیلی ها میمدن سر صحنه‌مون، در واقع قرار بود ما خیلی شکل بگیره و کار کنیم بانه، ولی خب ممنوع کار شدیم که ما ممنوع کار شدیم و گفتم به خاطر جوی که به وجود اومده. بعد جوی بود چون یه اتفاقی هم افتاده بود براشون در واقع غریبه بود، نمیدونستن با این اتفاق چجوری برخورد بکنن، چجوری آرومش بکنن، که ما رو از دم همه ممنوع کار کردن. ممنوع کار که شدیم در واقع دیگه همه چی از بین رفت، یعنی ما بعد از مثلا تایم ممنوع کاری برگشتیم دوباره همه چی از صفر شروع شد. درست. یعنی من اولین کاری که کردم 3 سکانس تو کار آقای عیاری بازی کردم. یه سریال بود به اسم خانه به خانه. بله بله خانه. آره تو اون بازی کردم همینجوری دیگه خورد خورد باز دوباره شد. میتونم بپرسم بهترین پارتنرایی که داشتین کی بوده؟ بهترین پارتنرم رضا عطاران بوده. تو همین کارهای کمدی که بازی کردیم فوق‌العاده است. یعنی شما نفس میکشی اون در جریانه. چه خوب. قبل اینکه نفس بکشی آماده است. این خیلی